بله، گروه رسا که بهترین گروهی که همه از شنیدن آهنگهاشون لذت میبرین. من با افتخار میزبانی میکنم یک خواننده نوازنده از عضو گروه رساک رو، آقای مرادی بزرگوار. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، هممیهنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن و این برنامه رو دارن میبینن. خیلی خوشحالیم که این افتخار نصیب ما شد که جزو هنرمندانی باشیم که تو این روزا در خدمت مردم هستیم. سلامت باشین. انشالله از سال پیش رو سالی پر از خیر و برکت براتون باشه. انشالله برای همه همین طور سلامت باشه. باشین. این اقدام کنسرت های آنلاین شهرداری تهران انجام داده، چقدر موثر میدونین این اقدامو توی این روزهایی که مردم نمیتونن به کنسرت بیان؟ به هر حال فکر میکنم که مردم ایران مردم خیلی فرهنگ دوست و هنر دوستی هستن و همیشه علاقمند بودن به اجرای دیدن اجرای کنسرت و الان یه خلأ بزرگی بوده به نظر من که اتفاق افتاده و خوشحالیم با تمام محدودیت هایی که وجود داشته سازمان شهرداری این کار رو انجام داده و به نظر من ایده خوب و خلاقانه ای بوده. امیدوارم که تا زمانی که این بیماری هستش هنرمندا بتونن به این شیوه با مخاطبان خودشون ارتباط داشته باشن. انشاءالله. شما خودتون تجربه اجرا توی سالن بدون تماشاگر رو داشتین؟ ما در واقع اجراهامون یه طوریه که خیلی به تماشاچی وابسته است و تا حالا همچین تجربه ای رو نداشتیم. راستش خیلی هم سخته به خاطر اینکه میگم ما به خاطر اجراهای زیادی که داشتیم در واقع درگیر موزیک نیستیم، بیشتر درگیر اون حالی هستیم که بین ما و تماشاچی ایجاد میشه و اون بدبستان احساسی که بین ماست. امیدواریم که امشب بتونیم اجرای خوب باشه داشته باشیم و تجسم میکنیم مردم رو در اینجا و امیدواریم که اون ارتباطه ایجاد بشه. قطعا که همینطوره. توی شبهای گذشته هم بالاتر از 5 میلیون ما بیننده داشتیم و انشاءالله که امشب هم جز همون شبهایی هستش که هواداران شما قطعا لذت میبرن، این انرژی رو به شما برمیگردن. امیدوارم که همینطور باشه. بله انشاءالله. چه قصه هایی رو ما میشنویم؟ خب ما موسیقی اکثر مناطق ایران رو کار کردیم و واقعا انتخاب کردن از بین این موسیقی ها خیلی سخت بود، ولی سعی کردیم قطعاتی رو اجرا کنیم که بیشتر توی کنسرت هامون مورد استقبال قرار گرفته و امیدواریم در کل مجموعه اجرا مورد توجهشون قرار بگیره. از موسیقی های جنوب و شمال ایران، از موسیقی آذربایجان، کردستان و حالا مناطق دیگه که اجازه بدین که به صورت سورپرایز باقی بمونه و با ما همراه باشن تا انتهای برنامه. انشاءالله. خواهش میکنم یک پیامی از این دوربین از طریق تیوا نوا به مردم بدین که همچنان رعایت بکنن. بله. هموطنان عزیزم، این بیماری در واقع ریشه‌کن نخواهد شد مگر اینکه با هم دیگه کمک کنیم، هم رعایت نکات بهداشتی رو داشته باشیم، هم اینکه در واقع با در خونه موندن بتونیم این زنجیره رو در واقع محدودش کنیم و قطع کنیم تا در نهایت بتونیم هر چه زودتر از این بحران عبور کنیم. اگر همه ما رعایت کنیم این اتفاق زودتر خواهد افتاد. من خواهش هم از همه عزیزان اینه که رعایت بکنن که بتونیم هر چه زودتر به صورت زنده در خدمتشون باشیم و هر کسی به کار خودش مشغول باشه و اوضاع به حالت عادی برگرده. انشاءالله. ما خیلی وقتتون رو نمیگیریم، میدونم میخواین آماده بشین برای اجرای کنسرت. شما هم هیچ جایی نرید، آماده بشین تا اجراهای بی‌نظیر گروه رساک رو مثل همیشه ببینید.